یا رفیق من لا رفیق له، ای رفیق کسی که رفیقی نداره. سلام علیکم قرون قلبت بشم عزیزم، اینجا نجف است، صدای ما را از رادیو همت میشنوی. دید 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 اجون چفی هایی خره بخری، این چفی همش نخی باشه، جنس خوب باشه. این چفی که خریم اصلا به درد میخوره، من از اونجا دیدم بیشترش پلاستیک بود. آقا به اون بند خود برای اون وام زنگ میزنم چیزه، وام اون پوله زنگ میزنم چیزه جواب نمیده. آقا این قضیه خواستگاری کنسل شو، قرشه بریم یکی دیگه. بعد حاجی نمیدونم چی بگم، میخوام بگم که دوست دارم. آره دوست دارم. سلام، من هادیم، هادی ذوالفقاری. اینجا منطقه قیاسی تهرانه، محله ما. این خیابون همون خیابونی که هر روز ازش رد میشم. اون در سفید خونه ماست. این جانب محمد هادی ذوالفقاری. از کجا آمدی؟ از تهران. کجا تهران؟ میدون خراسان. اتوالی؟ 1367. چه رفت اومده؟ تقریبا الان 3 سال میشه. 3 سال کم بودی را؟ 3 سال. قبل از اینکه بیای اینجا کجا بودی؟ تهران. تهران؟ کارتون چیه تهران؟ من تهران بسیجی بودم و کار آزاد داشتم. پیک موتوری کار میکردم، همه کاری میکنم، فلافلی داشتیم. اینجا هم قدیما محل کار من بود، با کلی خاطره که همیشه از جلوی چشمام رد میشه. خیابون شهید تکیه اکبرآبادی، همه این کوچه ها، این مدرسه، اصلا همه این شهر جز خاطراتمه. اما جایی که پاتوق من بود و همه رفقا همینجاست. مسجد موسی بن جعفر، این پایگاه، صدای اذان، گوشه گوشه این پرچما، صدای این بچه ها، تار و پود فرشا، این اسم های مقدس روی دیوار، یه گوشه از یادگاری های من تو این شهره. بچه های دیران چی؟ بچه های خود؟ بچه های بسیج؟ بچه های خودمون هیچ که خبر ندارم. تو من بسیج کس خبر ندارم، شما همینطوری اومد؟ همینطوری که میدونن نجف هم. آخه من اومدم 3 سالی که من دیگه درس طلبگی میخوندم، دیگه الان قسمت شد. هر چیزی اندازه ای داره، حتی این شهر و آدماش. اندازه تحمل منم از این شهر و آدماش دیگه تموم شده بود. هیچ چیز آرومم نمی کرد. به یه سفر نیاز داشتم و همه چیز از اون سفر شروع شد، سفر کربلا. خب آمادتون الان برای چی اومدتون برای ایران؟ انشالله دفاع از اهل بیت، ناموس عراق و ناموس ایران. چند روز که میشه توی خط جبهه هست؟ از تازه امروز اومده. امروز رسیدی؟ خوش اومدتون. یعنی تا به خط نرفتی؟ رفتیم یه ذره یه کاره انجام بدیم، ولی کار خاص نکرد. چه هوایی داره خط؟ چون بچه های پاکی بودن تو خط، حالا هوای منظمانی داره. یعنی حالا هوای همون تیرپایه ایران خودمون بوده. همون بچه هایی که احساسشون، انتظارشون، همون بچه ها هستن؟ بله. حس نکردی؟ جای فرق نکرده؟ همون جای جبه، همون جای هر کجا باشه جبه هست؟ همون بسیجای ایران هم. بسیجه های ایرانی، بسیجه های صاحب زمان. بسیجه های صاحب زمان، حرف شما کامل تر. اینجا نجفه و اینجا خونه من. این زن همیشه دم خونه نشسته، خونه که من توی زندگی میکردم. نمیگم اذیت نداره داشت،
اما بنده خدا اینجا رو جای امنی پیدا کرده بود برای نشستن و نگاه کردن به دور و برش. اوایل خسته می شدم، شایدم عصبی، اما بعد این زن همسایه‌ای شد که به دیدن و بودن شادت کردم. این حیات خونه منه، خونه که به امانت دستم بود تا محرم تمام کتاب‌هام، همه سال‌های درس و طلبگی و همه حرف‌های تنهاییم باشه توی شهری که دوره اما احساس غریبی نمی‌کنه. شاید این اتاق خوب یادش بیاد از اول اومدنم تا همین حالا. رسیدم به جبهه، چطور اینو درست کردی اومدی تو خط جبهه؟ ما خبرایی که داریم یا از طریق بچه های عراق یا از طریق بچه های سیباش، ما چطور اومدی؟ ریزت زیاد زیاد از طریق بچه های عراق. جس بچه های عراق دیگه ما عرب شدیم دیگه. آمینده خوشرویه، انشاءالله میریم به طور مقدس اومدیم انشاءالله از همینجا انشاءالله. این جبهه کوچیکیه، خیلی کوچیکه داعش، خیلی کوچیکه. یه علکی بزرگ شده با این بسیجی که تو جبهه میبینن راحت میتونن داعشه رو مچاله کنن. این کوچه نزدیکترین راه از خونه من تا رسیدن به جایی که آروم ترین نقطه دنیاست، حرم امیر المؤمنین. اینجا هم مسجد هندیاست، جایی که برای نماز به اینجا میام. این ستون، اون ستون، یادشونه که چقدر کنارشون درس خوندم و خلوت کردم. الان همین تعجب میکنم شما این تهران به این قشنگی به این زیبایی رو ول کردی، اومدی توی این هوای سرد، توی این گلی، توی این بیابون. آخه وقت قشنگی دنیا رو به چی ببینی؟ خب بعضیا به این ساختمان ها نگاه میکنه، اون که نور نیست که. شما این نور رو غیر از این ها ببینید؟ طبعا فرق میکنه، کلام من نیست، صحبت من نیست، صحبت های کیست؟ صحبت اهل بیت. چی میگه؟ این که بعد از دنیا دور شد. دنیا دور بشه؟ از دنیا باید دور شد، امال دنیا. چطور دور بشیم ما جوانان؟ بعضی خیلی به دنیا معلق هستیم. تقوا، تقوا امام حسین. امام حسین؟ بله. از چه طریق؟ محبت، همه چیزه با محبت. یعنی ما رو دور میکنه از دنیا محبت حسین؟ محبت امام حسین، محبت امام حسین با دنیا کاری نداره. این کوچه مسیر مسجد تا حوزه است، همون جایی که من از تهران اومدم برای رسیدن به چیزی که همیشه دنبالش بودم اما راهی برای رسیدن بهش پیدا نمی‌کرد. این پیرمرد رفیق منه، یه مرد نابینا که هر یه قدمشو به سختی برمی‌داره. ساکن نجفه اما خیلی سال می‌شد به زیارت کربلا نرفته، تا اینکه بعد از این همه عمر قسمت شد مولا ما رو با هم به طلبه و شدیم راهی کربلا. حتی محبت امام حسین بهشت از ما میگیره. بهشت از ما میگیره. بهشت از ما میگیره. تا این مرحله. آره تا این مرحله. کسانی که خبر دارن میگه فقط شما سینه میزنید. چی بهشون میگه؟ که فقط میخواستیم سینه که دیگه نمیبینیم جنگ بزنیم. خونمونو بریزیم. برای امام حسین. خود امام حسین توفیق میکنه واسه هر کسی واسه یه مقدار. و هر کسی یه مقدار نوری میدن که به اندازه محبتش. چقدر محبت داشته امام حسین برای همون بهش نور میده به مقدار محبتش. کربلا جایی که من از خونه و خانواده، از تمام خیابونهای پرزرق و برق، تمام ساختمونهای بلند که به ظاهر خیلی به آسمون نزدیک بودن جدا کرد و رسون به خود راه، راهی که مقصد دور و نزدیک کرد تا جایی درست مقابل پاها. ماشاءالله.
حاجی میخوام سری بریم ما خودم تو هم میخوام هجوم کنیم حاجی بودو بودو میخوام بریم اکبر من چطوری برم بده من اینو برش حالی به چی بگی من حسن هر دعای دعا دادم به حالی به جیبت حالی به جیبت خمای خاله دالا بیا دعای های دعای احد الی سامن را سر من رعا یعنی همون جایی که حال همه رو خوب میکنه اینجا طلاییه من بگمونم خورشید از نور اینجاست که روشنه یه حس و حال عجیبی دارم یه چیزی شبیه این که دلم روشنه اینجا همون جاییه که من با نیروهای مردمی عراق تو بخش فرهنگی جبهه فعال بودم که اندازه توانم به رزمنده‌ها خدمت میکردم از پرچم و تبلیغات بگی تا لباس و چفیه و فیلم و عکسایی که از تمام لحظاتشون به یادگار بمونه بعد 30 سال همه متحد چی نامه برای شهدا میگی؟ شهدای اون جفه کوچیکتر از یه هم کاری داری؟ نه چی نامه ای داری؟ چه آرزو میکنی؟ آرزو میکنی الان باشم؟ من که زیر صفری بارم عشق الهی رو نیفهم من برای یاره ایم که صورت و فیلم شما رو می‌بینم. توصیه اینکه پشت و دیفقی بایست چرا از چه نظر؟ چطور؟ تو الان علم دین دسته و دیفقی هم همه هم میخوان و دیفقی رو بخواب کنم خب آقا هم تنهاست سرش معلومه دیر بالک من آتیش دیر بالک
اینجا نزدیک سامن راست و برای من نزدیک ترین جا به آسمون. یه روز سرد بهمن ماه کنار یه خونه داشتم از بچه ها فیلم میگرفتم. هر کس مشغول کاری بود، مهم این بود که حال همه ما خوب بود. که یه غافل از خدا بی خبر با یه بولدوزر که پر از مواد منفجره بود به سمت ما اومد. نزدیک ما که شد خودشو منفجر کرد و شاید همه وظیفش این بود که ما رو به آرزوی همیشگیمون برسونه. و بعد از اون لحظه ما همه یه عکس تمام قد شدیم که لبخند روی لبامونه. این همه راهمانی چه آرزوی داری؟ یه آرزوی باشه که این عشق شما رو کشته به اینجا. انتقام سیدی از اون لحظه. یه روز با خودم گفتم من زشتم، اگه شهید بشم هیچ کس واسم هیچ کاری نمی کنه. اصلا یکی پیدا نمیشه بیاد واسه ما یه پوستری چیزی طراحی کنه. تو دل خودم خندیدم و باز گفتم کسی واسه تو از این کارا نمیکنه بچه جون، خدا برامون یه کاری کنه به اندازه محبتمون. من دیگه توی دنیای شما نیستم، اما منتظرتون میمونم، منتظر هر کسی که منتظر ظهوره. بچه ها قرارمون یادتون نره، دیدارمون باشه روز ظهور مولا کنار بیت المقدس پیش امام حسین. یادتون هستم. امضا هادی ذوالفقاری. زنگی به ما بزن. حداقل یه پیام کوچیک میدونی بدی صدا بشنوم. آره راستی از چیه مشکل؟ من برای اینا کار میکنم، بدونی که اونا بیان منت منو بکشن من دارم منت چیشو کار کنم. حاجی هر کی داره میاد باید فلشی، باید چیزی برام چیز این طرحای خوب، طرحای شهدا مثلا، طرحاش عکس شهدا برای 80 فتوشاپ کار میکنه مثلا بفرست، طرحای خوب عالی. بعد هم تو الکی رفتیم دو تا عکس گرفتیم برگشتی کار خالص نکردی. میگه ولی ما عکس رو به کسی نشون ندی ها، فکر میکنه خبریه فلانه. بعد حاجی من که دوربین نگرفتم، اینا خودشون دور بزنی، اون سه بالده دور بخیلده، من که کار نکردم که، من فقط باهاش همراه شدم. حالا از یه روز همه این باش که با هم فقط تا سه سال صحبت کنیم، دارم من تنگ شده هم هم بس کار ما رو بزنیم گرم، فقط با هم آت کنیم اشغال کنیم، دلمون گرفته خیلی دلمون گرفته. بدایه هم